من میخوام به مدت 40 شب پشت سر هم سوره بقره رو بخونم. آیا میتونم در چند روز یعنی پریود رو میگه، پریودی مشکلی نیست، از روی گوشی بخونم؟ خیلی ممنونم که جواب رو کامل بدید. اما ایشون قصد کردن یا نذر کردن یا تصمیم دارن که 40 روز سوره بقره رو هر شب پشت سر هم بخونن. خیلی هم کار بسیار عالی و خوبی میکنید. خوندن قرآن حالا به هر شیوهی که بخونید خیلی خوبه. و اما اینکه آیا خوندن قرآن در زمانی که زنی در عادت ماهانه هست جایز هست یا جایز نیست؟ خوندن قرآن کریم برای زنانی که در عادت ماهانه هستند از نظر فقهی اهل علم اختلاف نظر دارند، ولی در واقع دلیلی که منع کنه زنان را از خوندن قرآن کریم دلیل قوی وجود نداره. تمام احادیث که در این زمینه وجود داره همه ضعیفن. چند حدیث وارد شده که همه ضعیفن، بعضی هم از اهل علم هست، یکی دو تا هم قیاس کردن بر اینکه انسانی که در جنوب هست این رو بر اون قیاس کردن، در حالی که قیاس مع الفارق هست و اون فرق داره با این به تماماً. من قبلا هم شرح دادم. لذا خواندن قرآن برای زنانی که در عادت ماهانه هستند جایزه، ولی لمس کردن قرآن کریم رو اکثر فقها گفتن که جایز نیست. لمس قرآن کریم و اونم به دلیل آیه که فرمود لا یمسه الا المطهرون، گرچه در خود تفسیر این آیه هم باز اینکه اختصاص بدی به بگی در مورد وضوء و در مورد عادت ماهانه زنان باشه، در واقع خیلی یعنی اختصاص دادن به اون خیلی دلیل نداره درش، بلکه هدف اصلی از این ملائکه هست و حفظ کتابی که در لوح المحفوظ هست و کتاب مکنون هست، نه خود قرآن کریم که بحث کرده. اینجا مطهرون نایی که ملائکه هستن. ولی به هر حال با توجه به اینکه اکثریت فقها رأیشون بر این هست که لمس کردن قرآن در عادت ماهانه جایز نیست، لذا لمس نکنید. ولی قرآن رو چه از روی مصحف بخونید، ولی با یه چیزی ورق بزنید یا با قلم یا به هر وسیله‌ای که اشاره میکنید روی آیات قرآن کریم یا ورق میزنید، میتونید قرآن رو بخونید. و امروزی که گوشی‌های تلفن همه قرآن توش هست، میتونید از گوشی‌های موبایلتون استفاده کنید و هیچ ایراد و اشکالی نداره. لذا که قرآن هایی که در گوشی ها وجود داره، چه گوشی تلفن باشه، چه کامپیوتر باشه، چه لپتاپ باشه، چه هر وسیله دیگر الکترونیکی باشه، ایراد و اشکالی نداره، زیرا اصلا خطی نوشته نشده. شما یه عکس رو میبینید، اینها همه فرمول ریاضی هستن، به شکل فرمول نوشته میشه. این فرمولا هستن که وقتی که نمایش داده میشه شما نوشته قرآن رو میبینید و عکس صفحات قرآن رو میبینید. ولی در واقع امر این دستگاهی که دست من هست یک کلمه ای درش نوشته نشده به اسم اینکه بخوای آیات قرآن رو مثلا مثل ورق نوشته باشه روش، چنین چیزی وجود نداره. لذا جایز روی همه گوشی های موبایل یا هر وسیله الکترونیکی دیگه ای قرآن رو بخونید و شما در عادت ماهانه باشید، ایراد و اشکالی نداره.